سلام به همه شما همراه عزیزم تو کانال یوتیوب من ایمان، یوتیوب جداگانم و نایدین توسلی، ایمان توسلی. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو بزنید که هر وقت براتون پست گذاشتیم براتون پی ام بیاد، لایک کنید، کامنت بذارید، انگلیش فینگلیش نو ایموجی، اینجور داستانا، خودتون دیگه همه چی میدونید. ریاکت ما ریاکت موسیقیاییه، موسیقی خوب گوش کنید، موسیقی رو خوب گوش کنید. موسیقی رو خوب گوش کنیم. خیلی خوب. امروز یه عذرخواهی بکنیم با تأخیری که افتاد. به خاطر خیلی منتظر بودیم، خیلی پیام داشتیم، دیدین که چجوری درگیر اینستاگرامو یه پروسه بود، ویدیو باحالی شدیم و کار خودمون. ولی امروز از تو ویدیو داشتیم که آقا فقط ریاکت میگیریم و به خاطر درخواست بسیار زیاد شما از ریاکت ملل. وایسا. آها، ریاکت ملل گفتی. الان رفتیم سراغ اون دو تا ملله. اینو قبلش بگم. اولین مللمون ملل داریم از چاینا و خواننده گروه اکسو. اوکی، لی لید لی آهنگ لید بعد از خواننده گروه اکسو، یکی از گروه‌های مورد علاقمون. و کام اولین بار می‌خوایم یه سولو بزنیم. آره ملل که همش سولو زدیم. خب نه، حالا کلا سول نه دیگه، ملل هم گروه زدیم. ارمنی با چی دیماش هم سولو بزن. آره، ولی از گروه های آسیای شرقی که حالا مثلا چین و کره و اینا بیشتر میشه سول نذاریم. خب اومدیم از لی، از کانال شخصی خود آقای لی ما داریم ویدیو تماشا میکنیم. 16,817,060 ویو که نمیشه 61، 1,000,000 لایک و 9300 دیسلایک. تو بگو آپولا هم هوا کنیم بازم به دیسلایک میدن هیترهای هستم. خب بریم سوال آسی دیرکت ما موسیقی هایی موسیقی خوب گوش کنیم و میخوایم موسیقی خوبم گوش کنیم که نکاتم اینجا می نویسیم. اگر نکاتی داشته باشه که یا نکاتی باشه که توی ویدیو موسیقی قبلی نگفته باشیم. آره دیگه، اگر قبلی نکاتی باشه قبلا گفتیم فقط اشاره میکنیم که کجاست اینو مثلا برید خودتون ببینید. آره حالا بریم خدای خوب باشه، خدای خوب باشه. خیلی ببین اصلا خود. اول که موسیقی چینی تا گوش نکردیم ها، خدا کنه تو چاینز گونگ داشته باشه از این چیزا هستش. بریم داره خدا خودشون هم چیه. 1,783,000 تا کامنت گرفتم فقط لیلیت، یعنی خیلی دوستان ببینم الان چیه که انقدر پیشنهاد شده چاینیز گونگ داشته باشه. ریاکت رو میبوسم میذارم کنار، گزارش این بازی رو تعطیل آره. میکنم چاینیز گونگ بزنه. بریم بفهم. سه دو گفتی خدای خوب باشه. بله آه. دو یک زد؟ نه بایدتا. نه زد به خود فرد. خب دیگه گذاشته این بازی تعطیل میکنیم چون آقا ریاکت من چرا این گوشی رو میزنم همیشه. ریاکت تعطیل شده، اولش صدای یه چیز چینی اومدش، این کراش چینی اندو نرس نای چینیه قشنگ. از این جنگه اژدها و چیزایی که نماد خود چین ترادیشن چینی. مثلا سالنو ای چه خوب زدیم، سالنوی چینیه. آقا سالنوی چینی به تمام چینیای کره زمین تبریک میگیم. حسی نیه کوای، یعنی سالنو مبارک. اگه مثلا اومده تا گوزایما این ژاپنیه. خب باشه، منم هم اونام بالاخره ببین. آخ جان، بله فصل لوکیشن جان جنگ شهرک سینمایی یا واقعا امپراتوری چیزی. این فکر کنم سرود جنگ. آره سیخ شد. این فکر کنم سرود جنگی چیزی سرود باشه جنگی. احتمالا حالا چقدر با حال فیسش. وایت چرا مایت هم سیخ شد، من عاشقش به فولک هم آخر. جوی بوشی جوی بوشی یه ارتش اومدن اینو بزنن. یه ارتش اومدن اینو بزنن فکر کنم موقعی که میرسه بهش اتوالا دیست میشه. نه چقدر موهاش خوبه. من یه موقعی موهام این شکلی بود. چقدر موهاش خوبه. من یه موقعی موهام این شکلی بود. خب من موهام بالا میکنم احتمالا همینه دیگه. آره اگه مثلا 5 سال پیش منو فالو داشتید اون موقع موهام این شکلی بود. دیدی اومدن سراغ این. این فیلمه، این دیگه موزیک ویدیو نیست، این فیلم. یه موزیک ویدیو نیا کردم از آگستی به اسم دیجیتال. اگه محمد ریاکت کرده بودش خب شوگاره.
اونم اولش سرود چیز داشته، اون واسه کره بود، البته این واسه چینه. خب حالا هر کدوم خیلی احترام میذارم به سرود ملیش، اینه که مثلا ما ببینیم چی الان بخونن. سرود ملی نیستش این، سرود پادشاهیه فکر میکنم. امپراتوری آره امپراتوری. ولی میدونی چه جوریه؟ ببین مثلا ما اگه خودمون بخوایم ایرانی بخوایم میخوایم چی بذاریم اول ویدیو؟ ما نمیشه. ای لشکر صاحب زمان آماده نبا باش. ای ایران ای مرز بارگاه. نه این سرود میدونم، ما خواهی امپراتوری نداشتیم که. نه این فکر کنم واسه جنگ منگو این چیزا به کار میره، فکر نمی کنم سرود ملی باشه. ای لشکر صاحب مال ما اینه دیگه. بس میدونم اینه داریم دیگه ما. China's gone gone. با یه تک نوت مطمئنم این آهنگو دوست دارم. با یه تک نوت شروع کنم. آقا اسم این ساز میدونی چیه؟ ببین من خیلی تحقیق کردم سازاشون، مثل ساکورا چیزایی که هستن، من چون سمپلاشون رو داشتم خیلی اسمای مختلف داره، اسمشون خیلی اسمش سختیه. خب مثلا این ساز به اسم ساز ساکورا شناخته میشه، یه اسم صدایی اینجوریه. من کلا فکر میکنم پنتاتونیکه، فکر نمیکنم مینور. میخواستم بگم که به صورت نیم پرده و اینا داره، روی پرده نیم پرده داره. پنتاتونیکه. پنتاتونیکه میخوای بگی؟ پنتاتونیکه اسکیلت نه، آخه باید گام مینور باشه بدونی. بعد پنتاتونیکه یه استثنای از یک نو گامه. اوکی پیش بینی رو اصلا ندارم هیچ. او این فکر کنم موزیک ویدیوش باید چیز عجیب غریبی باشه. باشه جمعیت یا اول چشه رو دیدی؟ بایستا یه لحظه من دیگه میخوام چشه رو داشته باشم. چشه اجدها اجدها یا شمار ریتم هم که من گفتم تو نکته نداشت تا اینجا؟ نه برو. بعد به جای ریتم ترپی چی داشت؟ میشه اسنیره؟ نه نه داره کلاب بیزاره. حالا ترپ میشه. ببین لیو بچه محلاش اونا یه ارتش، اونا همه، اونا یه ارتش، من و بچه محلم شما همه، من و اکیپمون، ما اکیپمون شما همه. قشنگ این شکلیه قضیه. اوه چی خونده خشیزه کلن داره تو همون تونی میخونه. اوه خیلی گنگ آجی. بچه هم نکته که ولش کن برو فقط گوش کن. همه چی داری تلا من نکته نمیدم. بچه ها شارچه ها ها آره آره هتشول داره میزنه. بچه ها ریتمش چهار ها داره تریولت یا تریپلت میخونه. بچه ها من هتشول رو بگم حتی با انگشت چیز میزنن و تکنیکی چیزه های هات رولز. بچه ها توی موزیک ترپ یه قسمت داریم اصلا رول توی سیاده. رول یعنی چی؟ یعنی چیزی شما به صورت پشت سر هم بزنید. تو هر سازی هم رول معنی میده. مثلا شما تو گیتار رول میزنی بگو چجوریه در 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 اینجور میزنی. هر چیزی که به صورت پشت سر هم به صورت خیلی کوتاه نواخته بشه میگن رول. اینجا ما هات رول داریم اینجوریه. خیلی چیزای خاصی تو ترپ سازی. آره خوب اینجوری. من تو بیس هم دارم. صدای حت چیز داریم. صدای چیز داریم. سیمبل های چینی داریم. کرنگ درنگ 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 درنگ. اینجا ملودیش داری اون زیر بیس هم. زیرش هم داری داره نوت میزنه با سینت. وکاله وکاله. سمت چپ داره چی میزنه؟ آقا اون وکال ها. خب همین وقتا. وکاله وکاله. اون دا 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 اون داره همون ملودی ها میزنه. چه موزیک عجیب غریبیه. به جای اینکه بیس آنه بزنه یا 808 بزنه وکالشو داره بیس میخونه. من احساس کنم الان آهنگ میفته با یه ملودی یه ذره یه قسمت ملودیک شروع میشه پریکورسرش. البته چون لید رپره البته اونا ملودی هم میخونه. میخونه هیچ وقت آره. هیچ وقت جوتا
اینجا اتفاقا همون قصه که اتون بوده. هشتاداش سابیس بود. آره سابوت سابوت بعد اولین کورد رو که زد برای سابیس اومدش. سابیس رو گفتی؟ سالید رو گفتم که مهم نیست. سابیس هم سابیس هم این همونه دیگه. یه همچه صدایه صدایه اره میدره یک بیسیه. لیت شد ببین اینجاست بعد اون زیر داره. یعنی ببین تا الان خیلی چیز ملودیکی نداشتیم تو کل موزیک، یعنی اینسترومنت خاصی که نداشتیم، خیلی چیز ملودیکی که یه سازی که بخواد یه ملودی نهانی برای ما بزنم نداشتیم. اون اولش اون سامورا چی بود؟ ساکورا بودش که داشت اون ملودی رو میزد و تا الان نمیدونم ساکورا سنا ولی فکر میکنم حالاش اگه ساکورا باشه تا الان داشت اون ملودی رو واسه ما میزد و بقیه چیزا رو با وکال و پد و اینجور داستانا داره پر میکنه. آره. هنوز خیلی ملودی آشکاری واسه قضیه نداریم. ملودیش ریف فعلا کاری که داره میکنه داره اون گرووی که میخواد. آها گروو گفته بودم توضیح بدیم. گروو آقا خود کلمه گروو معنی مشخصی نداره، یعنی اینجوری بگم که مثلا معنی گروو میشه این، معنی نداره، ولی کلا گروو به اون حس حالی که بین اینسترومنت های مختلف یک موزیک داره برقرار میشه رو میگن گروو. یعنی درامر داره یه گرووی حالا میزنه، حالا باز دوباره به درام میگیم گروو چون درام از اینسترومنت های مختلف ساخته شده، حالا درامر داره یه ریتمی رو میزنه، بیسیسه میاد با توجه به اون کیکی که داره اون درامر میزنه میاد یه ریتمی و یه پترنی رو انتخاب میکنه. بیشتر به کیک و بیسی که دارن میزنن در مجموعه گروو درام. آره. گروو میگن. بیسیسه میاد یه پترنی رو انتخاب میکنه که با کیکایی که درامر داره میزنه این دوتا با هم دیگه سینک بشن، رو هم دیگه بخورن. و حالا کیبوردیسته میاد حالا یه پترنی رو میزنه که با همه اینا سینک بشه، گیتاریسته میاد یه ریتمی رو میزنه که مثلا جاهای خالی اون بیس و درامر رو پر کنه. به کل این اتفاقه به اون حس و حالی که این سازا رو هم دیگه دارن ایجاد میکنن میگن گروو. یعنی مثلا میگن موزیک خیلی گروویه، یعنی خیلی داره حس ریتم، یعنی ریتماش خیلی مثلا سر جاشه، مثلا جای خالی رو دارن پر میکنن. یه اصطلاح موسیقیایی، خیلی معنی کلمه نداره. یارو میگه مثلا خیلی گرووی داره میخونه، یعنی خیلی ریتمیک داره ریتمیک میخونه. اما هنگیش با روی ملودی و روی آهنگ سواره. موزیک اینجا نمیزنه اون اونور واسه خوش بخونه، همه رو هم دیگه روی موجی دارن میرن. بریم داستان اینه. I am lit. حتی چن گفته برای من لیت شده. چن نگفت دیگه نگاه چن نوشت. I am lit. دور دکمه زدم. بریم چی کار داره میکنه آقا. این خیلی به نظر من صدای ترسناکی ها. آها اینو داشتم میگفتم که رفتم تو گروو، تا حالا ملودی نهان این چیزا رو نداده و فعلا فقط داره روی اون گروو خود خواننده روی صداش اینا بازی میکنه. یعنی الان ما فقط باید حواسمون به خود موزیک مونوتون بهش میاد اینا دیگه. الان ما حواسمون فقط باید به خود لی باشه. آره. اوه نوت عوض کردم. دم 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 دم. چی شد؟ آخه نه ببین این صداها خیلی میکسش سخته. این بیسی که بعد بیسش بسیار پن داره صدا میده. آره. باز جر داده بیسو خیلی ترس. تو هم گفتی جر من میگم نه بیسو جر داره. نیا کنیش جر میدی پارچارش که جر میدی باز میشه. آره. اصلا ملودی ترسناکی. آره دقیقا. یه دونه فلم زدش. دراپش با رپ بود. آره. صداش امپ نداره؟ صداش امپ داره؟ کلن کیپاپ رو صداشو امپ میندازن اکثرا. همهشون نه. صداشون رو خیلی دیدم میندازن. تو اثر کره است. اینا اکثرا میندازن. اتفاق معمولیه توشون. یعنی زیاد میکنن این کار. خیلی این کار انجام میدن. خیلی باحال میشه. ببین یه پوکر فیس باحالیه. دقت کردی همونجوری نشسته داره کارشو میکنه. خیلی چینیه. قشنگ پوکر فیسی داره. خیلی باحال. برو بالا. I am the king. خیلی گنگه. I am the king. Yeah.
Kiss my ring. انگشترم رو ببوس. جو شو یو وا دا شاو وا دا کرا دا شاو وا دا کرا او ببین چقدر خوندن این موزیک سخت رفته. اون زیر رفیق هم داره بخ خودت ملودی رپ داره. You wanna fight and we having a fight. Time we decide but you know I survive. Music my arena feeling the vibe. آقا یه دقیقه موزیکو ول کن. کلیپ داری میبینی؟ موزیک ویدیو رو میبینی؟ من چون نمیتونم تحلیلش کنم فقط دارم لذت میبرم. موزیک ویدیوش عجیب یعنی ببخشید فیلم های هالیوودی این شکلی نی. King China to the world. You should know. اجرای اون باش مرسی که از الومات شرف استاد میکنیم موش کنیم You should know. میدونی که یه بار دیگم قبلا گفته به نظر من ترسناک‌ترین صدای جهان همینه. یعنی هیچ صدایی دیگه مثلا الینا اومده باشن یه بار قبلا تو که ریاکت عکسش هم گذاشته بودی طرف یه گردی اون بالا یه با یه ما شنگال داره اینجوری اینجوری تو سطح شهر را میره وایسا و تنها صدایی که از کل خیابونه داره میاد همینه و این داره خیلی اسلو موشن را میره مثل بچه کمپرس هم میکنم این شنگاله داره این به نظر من ترسناک‌ترین اتفاقی که تو کره زمین میتونه بیفته. ببین بچه من انقدر تو ریاکت هم 808 کردم میدونی چقدر 808 دوست دارم این داره منو میکشه دیگه 808 سابیس با هم فقط بفهم و پر الفوه پر الفوه گفته بودی میدونم پر الفوه چقدر اشتهای خوبه بس سیبیل چینی هم داره اشتهای فقط اجاهای چینی هنگی آره. سیبیله رو دارن اوه اون بالا داره قشنگ خدایی میکنه خیلی خوب خیلی ویدیوش خوبه یا اول آقا موزیکو ویل کن این موزیک ویدیوه چیه این موزیک من رقصش کاملا رو ریتمه ها پم پم I am the lit. فقط جنگ بودنش اینجاست اونجا اومده بگید داشت من اینم میخوام یه لحظه با تنظیم کننده این کار صحبت کنم به زبان انگلیسی چون نفهمه. I really appreciate the Mr. Producer. Thank you so much for making this beat. Thank you. Thank you. داریم شمشور را فلوت ریوربیه گوش کن وایسا این ماسک چیزا هست اینه که فاطمه بزازانی آره کادوری فلوت رو نگاه کن بابا تصویر رو نگاه کن این بیسره که میزنه من حالا بعد میشه بعد بیسه یه نوتش فال شد خیلی خوبه برو برو نمیره نمیره هنوز نمیر یو امام رضا چی شد؟ تموم شد؟ چی؟ دروغ داری میگی به قرآن داری دروغ دو دقیقه میگی. مونده دو دقیقه مونده دو دقیقه عوامل داره بسه دیدی ویدیو رو بسه 8 دقیقه عوامل داره بیسر روش کنیم آی ام لیت آی آی درد داره بیسه قشنگ آی جاب بسه دیگه یقی میشه چک کنیم بینیم واقعا تا تش عوامله دزدارم تو آخرش هیچ وقت به این شدت با یه موزیک مونوتون موهای تمام بدنم نریخته بود. ایمان گیتاری امروز نداریم چون یا آکورده آره یا آکورده ایمان این چی بود؟ ببین میخوام یه جمله بگم برم اومد گندگیشو ثابت کرد رفت
خیلی هم خودشو اذیت نکرده. ببین واسه اینکه بخواد خفن بودن و گنده بودن خودشو ثابت کنه، خیلی خودشو دردسر ننداخت. مای خیلی بوم بود. اومد خیلی شیک اومد. ماری اکت حیرت بود امروز. آره ما امروز اکت حیرت کردیم. اکت حیرت کردیم. اکت هیئت نه حیرت. نگفتم اکت حیرت. خیلی خوب بود. من که عاشق موزیکای درامز و بیسی ام. خب نکات. بنسون نکات. یکی هایت رولز بودش. تو بهتر می‌دونی مثلا؟ آره با هایت رول کلاً معنی شده گفتیم چه هایت رول ما شنیدیم ولی رول هم معنیش هم گفتیم بهتون که سیده پشت سر هم برین گروف. گروف اون حس حالی که کلاً بین اینسترومنت ها برقرار میشه، به خصوص کیک و بیس و درام و اینجور داستانه که هر کدوم روی اون موجی که وجود داره. دیدی این موقعی که دارم توضیح میدم این شکلی نگاه میکنی؟ تو ریاکت قبلی گفتیم من که این شکلی نگاه تو اوکی. من دارم با مردم شون صحبت میکنم، به تو توجه ندارم. دوستای گلم، آره گروه اون حس و حاله بودش که بین اینسترومنت های مختلف یه موزیک داره برقرار میشه، به خصوص اون اول کیک و بیس، بعد یواش یواش کیبورد روش حد میشه، مثلا گیتار روش حد میشه، چیزای دیگه روش حد میشه و همشون در یک موج و در یک مسیر و در یک گروه خاصی حرکت میکنن. این ور اون ور واسه خودشون نمیزنن. خب نکات فرنده دوتا بودش، نکات میشه توی ویدیو قبلی بودش. گیتارینا هم نیاوردیم بغله ها، چون که یکی خب موزیکش جوری بودش که فقط کیک و بیسه بودش و داشتش با 808 و سابیسه و اینجور داستانا بازی میکرد و آه. توجه ما رو فقط به خواننده داده بودیم ولی بعد خفن خیلی خفن. یعنی اینجور موزیکا میان با آدم نشون میدن که داداش واسه خفن بودن لازم نیست حالا همیشه هم خیلی کارهای عجیب غریبه مثلا زیادی بکنی یا بعضی وقتا میتونی بیایی با دو سه تا المان ولی اون دو سه تا المان نابود کنی، بوم بزنی قشنگ. این شکلی بود این موزیک. و I'm the king. آره I am lit. بعد موزیک ویدیوش کاش که ما تحلیل کننده موزیک ویدیو بودیم، چون اینکه موزیک ویدیو نبود، این فیلم بود. ببین من سریال وایکینگ رو دیدم دیگه، حتی یه چند تا اپیزود آخرش مونده، فکر کنم یه فصل مونده حتی از اپیزود گذشته، من تا ندیدم. مثلا وایکینگز من استرنجر تینگز میبینم، مثلا وایکینگز هم توی اینجور مسائل مثلا بودن ها، ولی اونی که یه سریال هالیوودی بود، این که فقط یه دونه موزیک ویدیو بود، این از اون کیفیتی چه میدونم کیفیتی چیزای کوالیتی و جلوه های ویژو این جزا، این خیلی خفن بود. اون که سریال بود هیچ، این یه موزیک ویدیو به این خفنی قشنگ فکر کنم یه سالی تایم گذاشتن واسه این با هزینه مثلا 800 تریلیون دلار مثلا. چی بود این؟ خیلی خفن. آقا دمتون گرم، دمتون گرم. باز با پیشنهادات خودتون من رو اصلا خواسته بگه ایمان رو ایشو انداختون، پیشنهاد خودتون ما رو بسیار راهنمایی کنید و کمک کنید واسه گوش کردن موسیقی بهترین از ریاکت ملل شماره 1، ملل شماره 2 هم که تو پیج من می‌ذاریم، تو پیج آیدینه. یه ولاگ خیلی جذاب داریم که تو پیج ایمان امشب یا نهایتا فردا می‌بینید، مشخص نیستش هر چیز انجام بشه. بعد حله بعد اون دوباره میافتیم رو بقیه مسیر، دو تا از قدیمی هایی که ما رفتیم کی‌پاپ، دو تا کی‌پاپی که نرفتیم و دوباره بعداً دو تا ملل. بچه‌های BTS و EXO منتظره یه داستان خیلی خفن باشین، چون خیلی وقته که از این دو گروه ریاکت نرفتیم و خیلی به ما پیام دارن میدن دیگه، خود دانیم. خیلی جاکریم بریم. بعد از هر چیزی لطفا چنل نفتو بگو دیگه. بعد از هر چیزی لطفا کانال یوتیوب هر جفت ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغل بزنید که براتون نوتیفیکیشن بیادش، تمام ویدیو یا این ویدیو که دارین میبینین رو لایک کنید، براش کامنت بذارین، لطفا انگلیسی باشه، فینگلیش باشه و به زبان فارسی نباشه و ایموجی هم نذارین. دمتون گرم، خیلی بهمون حال داد، خیلی چکه یه دونه.